بینندگان گرامی، سلام های گرم و صمیمانه من به شما، با این امید که خوب و سرحال هستید. سیما بهاری هستم، با همکارم جمیل فرزان از برنامه گفتگو در خدمتون هستیم. شاید ایران از معدود کشورهایی توی دنیا باشه که کارگرها رو به جرم انجام اعتصاب و اعتراض شلاق زدن. آیا این خبر از بد بودن یا وخیم بودن اوضاع جنبش کارگری خبر میده یا قدر قدرتی جمهوری اسلامی؟ شهلا دانشور به سوالات ما پاسخ میدن. سلام میکنم به شما شهلا دانشور، خوش اومدید به برنامه گفتگو. تشکر میکنم، منم خدمت شما و همه بینندگان عزیز سلام دارم. و ما در رابطه با این مسئله شلاق زدن کارگرا، فکر کنم اواخر اردیبهشت ماه بود که شاهد این بودیم که کارگران معدن طلای آقدره به جرم اعتصاب و اعتراض شلاق خوردن. این پرونده بعد از ماها دوباره در مجلس باز شده و مطرح شده. چرا؟ چرا این اتفاق افتاد؟ بله، همونطور که گفتید اواخر اردیبهشت بود که این اتفاق افتاد و این کارگران در اعتراض به نوع قراردادهاشون و دستمزدهای پرداخت نشدهشون دست به اعتصاب و تجمع زده بودن و بعد با شکایت کارفرما 17 کارگر رو اولا بازداشت کردن و حکم زندان و شلاق بهشون دادن و شلاق زدن رو در قبال اونا به اجرا درآوردن. خب این یک عمل بسیار شنیع و گستاخانه بود. اما اینکه این پرونده چرا بعد از ماها دوباره رو میز مجلس اسلامی اومده؟ این پرونده بسته نشده بود که، این پرونده باز بود. این پرونده باز خواهد ماند تا وقتی که قانون شلاق روی میز جمهوری اسلامی هستش. این مسئله با اعتراض گسترده تو جامعه پاسخ گرفت. نه فقط خود کارگران معدن طلای آقدره تجمع کردن و اعتراض کردن، بلکه از سوی تشکل‌های مختلف کارگری بیانیه داده شد و اعتراض شد. رهبران کارگری نامه دادن و اعتراض کردن، اعلام کردن که این شلاق در واقع سرمایه‌داران هست که به بدن کارگران زده شده و کارگران در مقابلش می‌ایستند و کیفر خاص خودشون علیه این سیستم سرمایه‌داری، این تبخش و قوانین مجازات اسلامی اعلام کردن. و در واقع این مسئله سرآغازی شد برای اعتراض به قانون مجازات اسلامی شلاق و دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به چالش کشیده شد. کل این سیستم که دستگاه قضاییش و سرکوبش و همش در خدمت سرمایه‌دارانه به چالش کشیده شد و این رو شما در بیانیه‌هایی که به این مناسبت داده شد رو به درستی می‌بینید. 500 نفر امضا جمع کردن و تومار دادن و صدای این اعتراض ما تو سازمان جهانی کار ILO شنیدیم. رهبران کارگری مثل جعفر عظیم‌زاده، مثل محمود صالحی، بهنام ابراهیم‌زاده نامه دادن به سازمان جهانی کار و اعتراض کردن به حضور جمهوری اسلامی تو این سازمان و یکی از مؤلفه‌هایی که اعلام کردن همین مسئله بود و این مسئله بهای سنگینی پیدا کرد برای جمهوری اسلامی. از سوی اتحادیه‌های مختلف بین‌المللی نامه داده شد، اعتراض شد، از جمله خود ما کارزاری به راه انداختیم، حزب کمونیست کارگری ایران کارزاری در رابطه با این به راه انداخت، سعی کردیم صدای این مسئله تو سطح دنیا باشیم و علیه این بربریت اعتراض خودمون رو بلند کنیم. توی اجلاس سازمان جهانی کار حضور داشتیم، اونجا این مسئله رو طرح کردیم و همینطور این رو به تمام نهادهای انسان دوست، اتحادیه‌های کارگری در سراسر جهان رسوندیم. از جمله ITUC اعتراض کرد به این مسئله، LO در سوئد اعتراض کرد به این مسئله، شورای اتحادیه‌های کارگری ونکوور اعتراض کرد به این مسئله، اتحادیه کارگران کشتیرانی استرالیا که خواهان اخراج جمهوری اسلامی از سازمان جهانی کار ILO شد و یک همچین فشاری بود که بلافاصله اینا همون موقع به سراسیم مدیر اداره کار آذربایجان غربی رو فورا برکنار کردن که رضا نقی‌زاده بود و گفتن که بیخبر بوده از این مسئله و شروع کردن به
خلاصه عقب نشینی و اینکه اشتباه شده، اینکه این پرونده به مجلس میره، بررسی میشه، کمیسیون اجتماعی مجلس رو مسئول کردن به این پرونده رسیدگی بشه. میخوام بگم بعد از چنین جدالی این پرونده به مجلس رفت و شاکی داره این پرونده، جنبش کارگری، رهبران کارگری، ما به عنوان حزب کمونیست کارگریان شاکی این هستیم و به این ترتیب این مسئله دنبال شده و الان میبینید زیر چنین فشاری بعد از ماها این رو تو دستور گذاشتن. حتما توی ادامه صحبتمون برمیگردم به مسئله بازگشایی این پرونده، حالا به قول شما مطرح شدن دوباره اون بازگشایی که نمیشه اسمشو گذاشت. اما الان اینجا یه سوال هست که وقتی که آدم به وضعیت جامعه تو ایران نگاه میکنه میبینیم فقط کارگران نیستن شلاق میخورن یا شلاق خوردن، زنا به بهانه های مختلف، جوونا به بهانه های مختلف شلاق خوردن. چی شده که این پرونده انقدر سر و صدا به پا کرده، به قول شما تو سطح بین المللی انقدر مطرح شده؟ ببینید این برمیگرده به موقعیت جنبش اعتراضی کارگری. جنبش اعتراضی کارگری فعال یک عرصه دائمی اعتراض علیه جمهوری اسلامی هست و این اتفاق هزینه سنگینی برای جمهوری اسلامی برداشت. همین خلاصه ای که اشاره کردم خود این گویای این مسئله است. نگاهی به محیط های کارگری گویای این مسئله است. کارزاری که همین الان علیه امنیتی کردن مبارزات کارگران به راه افتاده و گفتمان محیط های کارگری و فعالین کارگری و تشکل های کارگری و نه تنها کارگران، کارگران و معلمان کنار هم دیگه است، همه اینا نشون میده و به همین دلیل خب این در واقع کارگران جلوی این حرکت ایستادن در یک اعتراض اجتماعی و کل جامعه رو دارن بیان میکنن. اعتراض زنان، اعتراض جوونا، اعتراض مردم علیه قوانین ارتجاعی اسلامی، علیه شلا. یعنی واقعیت اگه پوسته قضیه رو بتراشید واقعیت قضیه اینه. خب جمهوری اسلامی سعی کرد قانون نمیدونم بردگی و ارباب رعیتی رو بیاره برای اندر باب اجاره رو بیاره برای کارگران. جمهوری اسلامی بارها چندین بار سعی کرده آزمایش کنه شانس خودش رو که بتونه این بربریت رو به جنبش کارگری هم بکشونه و بتونه این جنبش بالنده و تعرضی که هر روز سازمان یافته‌تر عقب بزنه، ولی هر بار یه تودنی گنده بهش خورده و این یه نمونه دیگه شه. میخوام بگم دلیلش اینه که این پرونده اینجوری جلو اومده. و خب ببینید جمهوری اسلامی مثلا فرض کنید تحت عنوان شرابخواری، نمیدونم اوباش اراذل، بدحجابی، زیر پا گذاشتن عفت اجتماعی، انواع اقسام اینا احکام شلاق داده. اتفاقا هم تو گفته بیشترین احکام شلاق رو به زنان معترض داده، بیشترین احکام شلاق رو به جوانان داده، ولی اینا رو تحت این عناوین سعی کرده که در واقع حمایت رو ضعیف بکنه از اینها تحت عنوان شرابخواری، تحت عنوان آدم زیر پا گذاشتن عفت اجتماعی، سعی کرده این رو ضعیف کنه حمایت از اینا رو. تو سطح دنیا متاسفانه یه جاهایی میبینید که تحت عنوان که خب فرهنگشونه، خب اسلامه، خب حجاب رعایت کنه، اینجوری نمیشه. یعنی یه جوری اون نسبیت فرهنگی که ما همیشه علیهش ایستادیم و اعتراض کردیم تحت این عنوان و مماشاتی که کردن نسبت به این سکوت شده. اما وقتی که مسئله شلاق زدن به کارگری که دستمزدشو ندادن، کارگری که اخراجش دارن میکنن، کارگری که معیشتشو زیر پا له کردن، وقتی این مطرح میشه دیگه این رو نمیشه زیر فرش کرد و به همین دلیل این هم حق به جانب میکنه به کارگران رو، به خصوص کارگری که امروز معترض است، کارگری که تو چنین ابعادی تو جامعه اومده جلو. ما معلومه که این صداست توی آیل او سازمان جهانی کار تنین میاندازه، معلومه که این تو ITUC و سازمان های مختلف کارگری تنین میاندازه. حتی دولت ها در این مورد به مجبور شدن عکس العمل نشون بدن اگه اخبار رو به خاطر داشته باشه و به این ترتیب موقعیتی الان قرار گرفته که اتفاقا کارگران میتونن تو رأس یک همچین اعتراض اجتماعی باشن علیه شلاق زنی، علیه قوانین ارتجاعی اسلامی، علیه دستگاه قضایی و اون سرکوبگری و اون وحشیگری هاش. میخوام بگم دلیلش اینه و الان جنبش کارگری توی یک همچین موقعیت قرار گرفته.
شما توی بخش اول صحبتتون راجع به این صحبت کردین که این مسئله شلاق زدن کارگرای آغدره بالاخره اعتراضات وسیعی رو حتی در سطح بین المللی دامن زد. اتحادیه‌های کارگری واکنش نشون دادن و غیره. آیا با رسیدن این پرونده به مجلس و روی میز مجلس قرار گرفتن کار تمومه؟ یعنی قرار بود که به اینجا برسه که مطرح بشه؟ یا حالا بعداً دوباره میپرسیم در مورد اینکه کارزار به کجا میخواد برسه؟ آیا رسیدنش به مجلس کافیه؟ بله، سوال بسیار به جای روشنه که اینطور نیست. اینا سعی میکنن با برکناری فلان مقام و فلان کسی که بیخبر بوده به قول خودشون، سعی میکنن خب بیخبر قانونشونه، چطور بیخبر بوده؟ قانون مجازات اسلامی دستگاه قضایی جمهوری تحت این عناوین سعی کردن موضوع رو بخوابونن. سعی میکنن الان با کشوندن مجلس و یک دو تا آدم رو رده های پایین خودشون همیشه سعی میکنن هر جا که خراب میکنن اونا رو قربانی کنن به این شکل. بالاخره سعی میکنن به یک شکلهای مسئله رو بزنن کنار. بنابراین روشنه که تموم نیست. اتفاقا این که این قدرت جنبش کارگر که این پرونده رو کشونده به اینجا، با همین قدرت باید ایستاد و با همین قدرت باید گفت که شلاق ممنوع. این پرونده باید به اینجا برسه که شلاق زدن ممنوع بشه. این پرونده باید یکی از ارکان مهم قانون مجازات اسلامی رو بزنه کنار، این بربریت رو بزنه کنار. و به همین دلیل به نظر من تازه ما شروع یک کاری هستیم. شما در مورد کارداری که حزب کمونیست کارگری و در رأسش خود شما بودید علیه شلاق زدن کارگرای آغدره راه افتاد صحبت کردید. حالا من میخوام بپرسم از نظر شما چه خواستا و چه مطالباتی رو میشه به میون کشید و قراره که به کجا برسیم؟ ببین، تا اونجا که به این موضوع معین برمیگرده، خب معلومه که باید عاملین و عاملین یک همچین عمل شنیع محاکمه بشن، جلوی کارگران محاکمه بشن، جلوی کارگران معدن آغدره محاکمه بشن، رسانه‌ای بشه محاکمه شون، اعلام بشه که این پایان شلاق زنیه. بنابراین یکیش این مسئله است و خود کارفرما که جواب کارگران نداده باید به محاکمه کشیده بشه. کارفرمایی که دستمزد کارگر نده، قرارداد کارگر رو با وحشیانه ترین قراردادها رو با کارگر میبنده و بعد هم شکایت میکنه. کارفرما هم دستش تو این قضیه است. و به علاوه این که خاص مهم ما تو رأس این کارزار ممنوعیت شلاقه، به نظرم که تو نقطه قبلی هم گفتم، به نظر من این مجموعه که خود این موضوع معینه، یکی به عنوان یک امر اجتماعی، یک امر گرفتن یه ابزار سرکوب دست این حکومت، یک این که ببینید جنبش کارگری تو اینجوری نیست که هر روز دارن کارگرها را شلاق میزنن. اتفاقا خصلت نمای جنبش کارگری این نیست. کارگرها قاطع‌تر و متعرض‌تر از این وایستادن و پدر جمهوری اسلامی رو در بردن، یه ارتش دائمی است. ولی همونطور که گفتم شانس رو امتحان کرده، به همین دلیل باید هم تو این مورد معین و مشخص کارگرها خواسته خودشون رو پیگیری کنن و غرامت به کارگران پرداخته بشه، حق و حقوقشون پرداخته بشه و اونهایی که دست داشتن تو این عمل شنیع به محاکمه کشیده بشن و همین که خواست شلاق زدن ممنوع رو با قاطعیت تمام ببریم جلو. بله. شما توی صحبتاتون مطرح کردین مسئله این که شلاق زدن اصلا از کجا میاد و چرا جمهوری اسلامی کارگرها رو، زنها رو، جوونها رو شلاق میزنه و غیره. من میخوام در پایان صحبتامون به صورت جمع و جورتر یا شاید یه مکس بیشتر راجع به همین بپرسم، اینکه قوانین شلاق از کجا اومده؟ آیا با چه حرکاتی، با چه عمل کردی میشه واقعا این قوانین رو جارو کرد و گذاشت کنار از جامعه؟ چه کار باید کرد؟ بله، خب روشن، شلاق قانون بربریته، دوران عصر حجر حقیقتا، یعنی قرون وسطاست. جمهوری اسلامی حکومتی که ارتجاعی ترین، عقب مانده ترین، وحشیانه ترین قوانین آورده کرده قانون مجازات اسلامی و اینو میخواد جاری کنه. در قبال زنان و جوانان خیلی جاها جاری کرده، احکام شلاق داده، احکام جریمه داده،
و این هم کنار دیگه احکامش، مثل قصاصش، مثل نمیدونم سنگسارش، مثل دیگه قوانینش هست. و اینا همه عرصه های نبرد ماست برای به زیر کشیدن این تبخش و برای عقب زدن این تبخش و برای داغون کردن کل این دستگاه قضایی، کل این قوانین ارتجایی اسلامی. این که از کجا اومده؟ این که آیا نمیشه کاری کرد که این کلا جام جارو بشه؟ چرا؟ قطعا میشه و ما میتونیم. خود این که این پرونده رسیده به اینجا نشون میده که میشه و باید این کار رو کرد. مگه سنگسار رو ما نزدیم عقب؟ با یه جنبش بین المللی کاری کردیم که اینا بگن که سنگسار دیگه تمومه و ده بار ده تا مسببه سرش دادن. بنابراین ما میتونیم همون بلایی رو سرشون بیاریم که سر مسائل دیگه نارو به عقب نشینی جدی وادار کردیم و ابزار رو از دستشون گرفتیم. بنابراین کاملا میشه خود نمونه سنگسار یه نمونه آشکاری جنبش بین‌المللی که مینا عدی در رأسش بود و با چه قدرتی جلو رفتش. حتی خودشون اومدن اونقدر زیر فشار قرار گرفتن که سنگسار تو محله آمنه، سنگسار پشت دیوارها، انواع اقسام اما اگر. ولی بالاخره ما این رو اینا رو به جای رسوندیم که مجبور بشن که بگن نه، مجبور بشن که دیگه بگن که این حتی به لحاظ شرعی شروع کردن براش تفسیر و آیه پیدا کردن. من میگم که بنابراین میشه این کارو کرد و باید این کارو کرد و این اتفاقا نشون میده که این جنبش، طبقه کارگر در رأس این جنبش باید قد علم کنه، نماینده این حرکت باشه علیه شلاق، علیه مجازات اسلامی و علیه قوانین ارتجایی اسلامی. خیلی متشکر از شما شهلا دانشور، با امید موفقیت. بینندگان گرامی، صحبت‌های ما رو می‌شنیدید با شهلا دانشور در رابطه با شلاق زدن کارگرای آغدره و اعتراضاتی که در جامعه و در سطح بین‌المللی هم موجود هست و هم انجام شده، با این امید که مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه. با ما تماس بگیرید، نظراتتون رو با ما در میان بذارید. من سیما بهاری با همکارم جمیل فرزان برای شما ساعات و لحظه های شادی آرزومندیم.